بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها، ادامه فصل چهارم هندسه، در حقیقت همون هندسه فضایی که در جلسه جمعه هفته پیش در خدمتتون بودیم، تا رسم نماهای مختلف یک شکل تدریس کردیم که امروز انشالله رسم نماها به بعد رو میخواییم در خدمتتون باشیم. بچه نگاه کنید، رسم نماهای مختلف یک شکل گفتیم. برای این کار فرض میکنیم چیزی شبیه آینه تخت روبروی نمایی که میخواهیم رسم کنیم گرفته ایم. آنچه در یک آینه تخت یا صفحه تصویر میشود را به عنوان شکل آن نما در نظر میگیریم. یعنی شما یه نما رو دارید، میخواهید گاهی اوقات از زاویه روبرو، گاهی اوقات از زاویه سمت چپ، گاهی اوقات از زاویه سمت راست ببینیم این شکل به چه صورتی در میاد. مثلا مثالی که اینجا براتون گفتیم اگر یه همچین شکلی رو داشته باشیم، یه همچین شکل فضایی رو داشته باشیم، نمای روبروش وقتی این آینه رو من این بالا در نظر بگیرم، فقط همین مستطیل بچه میفته داخلش. یعنی نمای روبروی در حقیقت این شکل همینه، یا نمای بالاش در حقیقت که اینجا گفتیم بهتون. نمای سمت چپ، ببینید از سمت چپ وقتی نگاه بکنید به این شکل، یه همچین قسمتی رو شما فقط میبینید، یه همچین قسمتی رو دارید میبینید که اینجا شکلش رو کشیدیم. خب یه تست دادیم بهتون، تست بچه، تست گفته اگر اندازه یال مکعب‌های شکل مقابل 2 باشد و نماهای بالا، چپ و روبروی آنها را رسم کنیم، مجموع مساحت‌های همه نماها کدام است؟ نگاه کنید شکلو، یه شکل فضایی به ما داده. شما اولین کاری که می‌کنید باید بیاید نماهای در حقیقت چیزایی که خواسته، بالا، نمای بالا رو اگر ما نگاه کنیم، ببینید این آینه رو من این بالا در نظر بگیرم، این دو قسمت میفته به علاوه این مربع، به علاوه این مربع، یعنی ما در حقیقت 3 تا مربع بالا داریم، پس بچه ها 3 تا مربع این بالا در نظر داریم، 1، 2، 3، یه دونه هم این مربع، چون من آینه رو وقتی این بالا نگه دارم در حقیقت اینم یه مربعه. خب یه مربع هم پایینش در نظر میگیریم، فرض کنید اینو همه هم اندازه هم هستن، مهم نیست. تعداد چند تاست؟ پس نمای بالا تعداد 4 تاست. حالا بیایم نمای سمت چپ و نمای روبرو رو در نظر بگیریم. نمای سمت چپ بچه این نما میشه، از این ور نگاه کنید، یه دونه اینجا داریم، یه دونه پایینش داریم، یه دونه هم دوباره این پایین داریم، یعنی یه دونه بالا، 2 تا پایین. این نمای در حقیقت کجا میشه؟ نمای چپ. حالا نمای روبرو، تو بچه از زاویه روبرو وقتی این شکل رو نگاه بکنید، وقتی از زاویه روبرو نگاه کنیم این شکل رو، 2 تا مربع اینجا داریم، یه دونه پایین داریم، 2 تا هم در حقیقت پایینه، یعنی 3 تا پایین داریم، 2 تا بالا. خب بچه ها این میشه نمای روبرو. خب تعدادشون رو بشماریم، 1، 2، 3، 4، 4، 3، 7، 7، 8، 9، 10، 11، 12 تا در حقیقت شکل داریم. یعنی ما کل
نماها مساوی 4 به علاوه 3 به علاوه 5 مساوی 4 و 3 7 7 و 5 12. حالا به ما گفته آقا مساحت، گفته اندازه هر کدوم این مربع ها 2ه. خب مساحت مربع من میدونم چی میشه دیگه، میشه 1 ضرب ضرب در خودش. خب چی باید من خواسته مساحت رو حالا میشه 1 ضرب یعنی 2 ضرب در خودش ضرب در این 12. خب 2 دو تا 4 تا 4 تا 12 تا هم میشه 48. پس در حقیقت گزینه صحیح گزینه 3 میباشد. یه بار دیگه بچه با هم مرور کنیم. یه همچین شکلی رو به ما داده، شکل فضایی، یه همچین شکل فضایی رو به من داده. گفتیم نماهای بالا، نماهای سمت چپ، نماهای روبرو رو حساب کنید ببینید چی میشه. بعدش هر کدوم این مربعها اگر طول ضلعشون 2 باشه مساحت کلش رو میخوایم. خب مشکل ما فقط پیدا کردن این نماهاست. نمای بالا گفتیم بچه ها این آینه رو این بالا در نظر بگیرید، اون چیزی که در حقیقت تو آینه تصویر میشه شکل ماست. خب ما میبینیم 1 2، درسته؟ دو تا این بالا دارم، یه دونم اینجا دارم، میشه 3 تا، درسته؟ این 3 تای بالا، یه دونم اینجا دارم که در حقیقت پایین تر یه پله وایستاده. پس 3 تا بالا یه دونه پایین. برای نمای سمت چپ گفتیم نگاه کنید بچه ها نمای سمت چپتون یه دونه اینجاست، یعنی من این آینه رو اینجا نگه دارم، چی میفته؟ یه دونه این مربع میفته، یه دونم این مربع، یه دونم این مربع، یعنی در حقیقت یه دونه بالا دو تا پایین. حالا نمای روبرو بچه ها از این زاویه نگاه کنیم، از این زاویه نگاه کنیم. نمای روبرو یعنی من آینه رو اینجا قرار بدم. خب در حقیقت دو تا بالا دارم، 1 2 و 3 تا هم پایین. خب تعدادش رو شمردم، 4 تا 3 تا و 5 تا جمع کردیم شد چند؟ 12. ما میدونیم مساحت مربع میشه 1 ضلع ضرب در خودش، یعنی 2 طول 1 ضلع ضرب در خودش میکنیم میشه 4، 4 تا 12 تا هم که میشه 48 تا. پس گزینه 3 در حقیقت صحیح میباشد. خب بچه ببینید اگر سوالی، ایرادی، اشکالی، چیزی دارید. نمای چپ چطوری شد؟ خب نمای چپ رو یه بار دیگه میگیم. نمای چپ رو نگاه کنید بچه‌ها، از این زاویه نگاه کنید، یعنی از این زاویه شما نگاه نما کنید، این نمای چپ رو در نظر بگیرید. خب یه دونه این مربع، یه دونه هم پایین، یعنی من آینه رو اینجا در نظر گرفتم، یه دونه این مربع، یه دونه این مربع، یه دونه هم این مربع، یعنی یه دونه بالا میفته، این دوتا یه پله پایین تر از اینن دیگه. پس میشه نمای سمت چپ ما. خب سوالی، چیزی نیست؟ خب میگه که مگه نگو ویال 2 است، چرا زلهای ما رو 2 گرفتیم؟ ویالها همون زلهای ما هستن اینجا دیگه. یال گفتیم تو هندسه در حقیقت تجسمی یا فضایی همون طول اضلاع ما میشن. بچه ها چت بی زحمت نکنید، چون وگرنه چت بسته میشه. خواهشن چت نکنید. سوالی اگر مشکلی چیزی پیش اومد حتما بپرسید. نمای روبرو رو دوباره بگید. نمای روبرو نگاه کنید بچه‌ها، از این زاویه میخوایم شکل رو نگاه کنید. نمای روبروش ببینید، این آینه رو اینجا در نظر بگیرید. شما دو تا بالا داریم، 1 2 3 تا هم در حقیقت پایین میفته. وقتی من آینه رو بذارم ببین این مربع دیگه نمیفته که، اما این مربع میفته، این میفته، این میفته، این میفته، این میفته و اینم میفته. یعنی دو تا بالا داریم، 1 2 3 تا هم در حقیقت پایین داریم. این میشه نمای روبروی ما.
خب بریم بچه ها روی مطلب بعدی. خب بچه ها گفته که نمای تست بعدی، نمای بالای شکل زیر کدام است؟ خیلی خیلی شکل واضحیه، فکر میکنم روی این شکل بهتر شما متوجه بشید. شکل رو نگاه کنید بچه ها، این همچین شکل فضایی رو به ما داده. نمای بالا وقتی داره میگه شما آینه رو بیارید بالا در نظر بگیرید، آینه رو بیارید بالا در نظر بگیرید. خب چه تصویری از این مربع ها داخل آینه میبینید؟ قطعا این میبینید، این میفته داخل آینه، این میفته و اینم خواهد افتاد. یعنی چی میشه در حقیقت؟ یک چهار تا مستطیل در حقیقت برای ما، یا چهار تا مربع میفته که به این صورته. یک، دو، سه و چهار، یعنی گزینه یک صحیحه. به همین راحتی حل شد این تست. یه بار دیگه میگه نمای بالایی شکل زیر کدام است؟ بچه‌ها نگاه کنید این شکل رو، وقتی آینه رو بالا در نظر بگیرید، یعنی این آینه در حقیقت از این زاویه داره نشون داده میشه. آینه رو وقتی بالای شکل بگیریم میبینیم این مربع، این مربع، این مربع و این مربع در حقیقت دیده میشه، تصویرش روی آینه میفته. پس نمایی که به وجود میاد در حقیقت تشکیل میشه از چهار تا مربع. خب روی شکل وقتی نگاه بکنم من چهار تا مربع رو فقط توی گزینه یک دارم، چون گزینه دو که سه تاست، گزینه سه پنج تاست، گزینه چهار که یه همچین شکلی رو داره و تنها گزینه ای که من چهار تا مربع میبینم همین گزینه است. خب بچه ببینید سوالی چیزی نفهمیدید؟ خب اینجا گفته که آقای حسینی گفته که تو تست دو تا در حقیقت نماش بالا، نگاه کنید میگه توی تست این سه تا بالاست، این یه دونه پایینه، ایرادی نداره. شما شکل رو وقتی میخواید بکشید، ما در حقیقت میخوایم ببینیم نمامون به حالت کلی چی میشه، چون تو تست های ما که هیچ کدوم الان سه تا بالا یه دونه پایین نیست، ولی مجموع مربع ها چهار تاست، مجموع مربع ها چهار تاست. مهم نیست که حتما باید سه تاش، یعنی در حقیقت آقای حسینی منظورش اینه، میگه استاد سه تا بالا باشه یه دونه هم پایین باشه. بله اگر یه همچین گزینه ای هم توی تستامون داشتیم قطعا درسته، ولی چون نداریم این مربع وقتی برداشته بشه اینجا هم قرار داده بشه هیچ مشکلی نداره. تعداد مربع ها در حقیقت برای ما ملاکه. خب بچه ها تست بعدی، نمای بالای شکل مقابل کدام است؟ نگاه کنید نمای بالای شکل مقابل کدام است. خب یه همچین شکلی رو داده به ما، یه همچین شکل فضایی رو به ما داده، میخوایم ببینیم از بالا، یعنی از اینجا من در حقیقت از این زاویه وقتی نگاه شکل بکنیم چه چیزی رو ما میبینیم در نهایت. نگاه کنید بچه ها اگر از بالا نگاه شکل بکنیم ما قطعاً یه همچین شکلی این قسمت رو خواهیم دید، درسته؟ این قسمت هم تصویرش کامل میاد بالا، یعنی در حقیقت این مستطیل و این مستطیلی که درونش افتاده برای ما قابل نمایش خواهد بود. یعنی کدوم گزینه صحیحه؟ گزینه دو قطعاً صحیحه. یک بار دیگه میگه نمای بالای شکل مقابل کدام است؟ نگاه کنید نمای بالا یعنی از این بالا آینمون رو قرار بدیم. وقتی آینه رو از بالا قرار میدیم قطعاً این قسمت وجود داره، این قسمت هم تصویر میشه. توی اون تصویرهای جلسه قبلی کامل گفتم بهتون این قسمت هم کامل تصویر میشه. خب وقتی تصویر شد یعنی این قسمت میفته به علاوه یه این قسمت که یه همچین شکلی
به وجود خواهد آمد. نگاه کنید الان این نما مثلا نمای در حقیقت میتونیم بگیم نمای مثلا سمت چپشه که این گزینه 3، گزینه 3 از این زاویه داره نگاه میکنه، از سمت چپ مثلا داریم نگاه میکنیم، این در حقیقت میفته. خب بچه ها تست بعدی تست خیلی خوبیه، داره میگه که مکعب گسترده مربوط به کدام یک از گزینه های زیر نیست. یعنی این مکعب ها که یه همچین شکلی رو من داشتم، وقتی تشکیلش بدیم یه مکعب درست بکنیم، میخوایم ببینیم کدام یک از اینا نمیتونه این مکعب باشه. خب باید بررسی کنیم گزینه 1 رو. نگاه کنید بچه ها، وقتی این مکعب بشه، وقتی این شکل مکعب بشه، قطعا این جمع میشه، اینم از پایین جمع میشه، اینم از این ور جمع. این یه قوطی کبریت در نظر بگیرید که ما بازش کردیم الان. خب اینم در حقیقت جمع میشه، 6 میاد بالا قرار میگیره، یعنی ضلع 6 باید روبروی ضلع 1 باشه. ضلع 2 هم وقتی جمع بشه، 3 هم جمع بشه، 2 و 3 باید روبروی هم باشن. نگاه کنید گزینه 1 و گزینه 1 دو سه الان آیا روبروی هم قرار دارن؟ نه، دو سه الان اومدن کنار هم قرار دارن. خب سوال چی گفته تست؟ گفته مکعب گسترده مربوط به کدام یک از گزینه های زیر نیست. ما میگیم روی شکل دو و سه وقتی جمع بشه روبروی هم قرار میگیره، اما تو خود گزینه 1 اومده روبروی هم نیستن، دو سه کنار هم قرار گرفتن. خب این در حقیقت نشون میده که این شکل نمیتونه مکعب گسترده شکل ما باشه. خب بچه ها ببینید اگر سوالی چیزی دارید بپرسید. اصلا شکل بچه ها مهم نیست، شکل تشکیل شده، اصلا شما وارد زوزنقه مستطیل نشید، یه مکعبه. حالا این مکعب مستطیل، مربع، این دیگه بر اساس حالا اون شکلهایی که تایپ شده به این صورت نشون داده میشه. شما تمام این از تمام خود وجه ها رو یه مربع در نظر بگیرید، اصلا وارد زوزنقه و مربع و مستطیل نشید. هر کدوم از این ضلع ها رو نگاه کنید، مثلا این ضلع 6 فرض کنید مربعه، حالا این خطای تایپی مقداری. خب بچه مباحث زیاده، در حقیقت مبحث زیادی هم مونده از اینجا، یه مقداری سریع‌تر رد کنیم چون برسیم به یه جاهایی که حداقل نمودارهای فرمولی داره و بتونیم سریع‌تر کارمون رو راه بندازیم. حالا ما یک بار دیگه اینها رو براتون توی جزوه خودم می‌نویسم، براتون عکسش رو می‌فرستم و توضیحاتم دوباره براتون خواهد آمد. سعی کنید الان یه حالت کلیتی از مسئله رو قشنگ یاد بگیرید و یک برداشتایی داشته باشید از هر سوال. خب گفته برش، تعریف سطح مقطع. گفتیم شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می شود، سطح مقطع آن جسم هندسی گفته می شود. بچه نگاه کنید، فرض کنید یه لیوان آب داریم، حالا می خواهیم بیاییم با یک صفحه اینو برش بدیم، مثلا از وسط رد بشه این صفحه ما، اون شکلی رو که در حقیقت داریم می بریم میشه اون سطح مقطع ما. مثلا شما اگر یک لیوان استوانه داشته باشید، یک در حقیقت حالا مستطیل هر چیزی بیاد اینو برش بده، به صورت افق برش بده، اون سطح مقطعی که برای شما به وجود میاد قطعاً دایره است، قطعاً دایره است. حالا گفتیم اگر این سطح مقطع به صورت مایل برش بده، یعنی لیوانه رو شما دارید به صورت کج ببریدش، به صورت کج ببرید، اون شکلی که اینجا حاصل میشه قطعاً بیزی خواهد بود. و همچنین اگر سطح مقطع رو بیایم اون شکل رو به صورت عمودی برش بدیم، یعنی از بالا در حقیقت برش بدیم اون لیوانی رو که داریم، اون شکلی که به وجود میاد، سطح مقطعی رو که به وجود میاره، قطعا مستطیل خواهد بود. یه بار دیگه
گفتیم سطح مقطع استوانه با صفحه های افقی، عمودی و صفحه مایلی که از قاعده استوانه عبور نکنه. بچه قاعده استوانه کجاست؟ این پایین میشه قاعدهش، این پایین میشه قاعدهش، این بالا میشه قاعده استوانه. خب گفتیم که از قاعده استوانه عبور نکند به ترتیب دایره، مستطیل و بیضیه. بله اگه استوانه داشته باشم سطح مقطع رو به صورت افقی بیام رد کنم قطعا دایره تشکیل میشه. یه استوانه داشته باشم سطح مقطع رو بیام به صورت عمودی انتخاب بکنم قطعا جایی رو که برش میدم به شکل یک مستطیله. و همچنین اگر یک استوانه داشته باشم سطح مقطع رو به صورت مایل، بچه یعنی مایل یعنی کج، به صورت کج برش داده بدم قطعا میشه بیضی میشه. خب بچه ها سوال، سوال خب بچه یه تست، تست بعدی گفتیم سطح مقطع یک استوانه قائم با صفحه‌ای که از محور می‌گذرد دارای مساحت 8 سانتی‌متر مربع است، مساحت جانبی استوانه کدام است؟ نگاه کنید یه استوانه دارم، یه سطح مقطعی به صورت عمودی اومده برش داده، شکلش هم اینجا کشیدیم براتون. خب حالا گفته میگذرد دارای مساحت 8 سانتی متر، یعنی در حقیقت این مستطیلی که به وجود اومده، ما میدونیم اگر یک استوانه داشته باشیم سطح مقطعمون به صورت عمودی برش بده شکل من یک مستطیل به وجود میاد. این مستطیل گفته در حقیقت اس شنده، اس مستطیل مساوی 8. حالا مساحت جانبی استوانه رو خواسته. خب من اول میدونم از این باید یه راهنمایی استفاده کنم، میگم اس مستطیل مساویه. خب مساحت مستطیل چیه؟ طول ضرب در عرض. عرض ما بچه نگاه کنید، شعاع از اینجا تا اینجا آره، از اینجا تا اینجا هم آره، پس در حقیقت دوتا آر میشه عرض ما. طول ما هم که همین ارتفاع در حقیقت استوانه میشه، پس میشه R دو R ضرب در H. پس دو تا R داریم یا همون قطر ما ضرب در ارتفاع ما میشه مساحت مستطیل. خب S داده به من 8، پس در نتیجه 8 مساوی 2 R H. خب حالا بچه مساحت جانبی استوانه رو خواسته. مساحت جانبی یادتون باشه مساحت جانبی استوانه، بچه جانبی لیوانی رو در نظر داشته باشید میشه دور تا دور شکل. پس یاد بگیریم از این به بعد مساحت‌های جانبی همواره میشه مساحت دور تا دور شکل، همواره میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. یعنی مساحت جانبی میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. خب بچه ها قاعده استوانه چیه؟ یه دایره است. محیط دایره چیه؟ دو پی آر، پس میشه دو پی آر ضرب در ارتفاع، ارتفاع هم که داریم اچ. حالا نگاه کنید بالا دو آر اچ مقدارش 8، دو این دو این آر و این اچ مقدارشون چیه؟ 8. پس این مساوی میشه با 8 پی. گزینه 4 جواب ماست. یه بار دیگه با هم مرور کنیم سوال از اول.
تست گفته سطح مقطع یک استوانه قائم با صفحه‌ای که از محور می‌گذرد دارای مساحت 8 سانتی متر مربع است. مساحت جانبی استوانه کدام است؟ نگاه کنید، یه استوانه داریم، یه مستطیل، در حقیقت اومدیم به صورت عمودی برش دادیم. خب ما اینو گفتیم الان طبق نکات، وقتی عمودی برش میدیم یه مستطیل در حقیقت به وجود میاد. این مستطیل مساحتش به من داده 8. خب من میگم مساحت مستطیل میشه چی بچه ها؟ طول ضرب در عرض. خب عرض ما که از اینجا تا اینجا یه آره، از اینجا تا اینجا هم یه آره، پس میشه 2 آر در حقیقت. طول ما هم که همین اچه یا همون ارتفاع استوانه است، پس میشه 2 آر اچ. به جای اس گذاشتم 8، چون مساحت خودش داده مساحت مستطیل و 8 مساوی 2 آر اچ. این یه قسمت. حالا گفتیم حالا از ما مساحت جانبی شکل رو میخواد. شکل ما استوانه است، مساحت جانبی میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. خب محیط قاعده، بچه قاعده رو نگاه کنید، قاعده استوانه، قاعده میشه این پایین دیگه، این دایره ای که این پایین قرار داره. محیط دایره چیه؟ 2 پی آر. خب ضرب در ارتفاع، ضرب در اچ. خب از اینجا نگاه کنید، حالا بالا دارم 2 آر اچ، 8 مقدارش، یعنی به جای 2، به جای آر، به جای اچ، این ستا رو در نظر میگیرم چی؟ 8. یه پی میمونه، پس مساوی میشه با 8 پی. بچه ببینید سوال، آقای محمدی گزینه 1 میشه. چرا آقای محمدی؟ 2 در 4 میشه 8. پس عرض مستطیل گفته 2 در 4 میشه 8. 4 کجاست اصلا الان؟ 2 کجاست؟ پس عرض مستطیل، ببینید شما الان اینجا اصلا به ما اعدادی نداده که، خودمون داریم در نظر میگیریم 8 ضرب در 1 هم میشه 8. شما از کجا میدونید که اون عرض مستطیل 1 نیست؟ شما دارید میگید 2 ضرب در 4 فقط میشه 8. من میگم نه، 1 ضرب در 8 هم میشه در حقیقت 8. پس فقط اون اعداد نیستن که عدد 2 ضرب در 4 باشه. تست اول صفحه خب ببینید ما الان مساحت رو داریم 8. مساحت میشه عرض ضرب در طول. عرض ما در حقیقت این قطر دایره است. قطر دایره ما گفتیم آر ضرب داره، در حقیقت آر به علاوه آر که میشه 2 آر. چیز عجیبی ما ننوشتیم. ارتفاع هم که مشخصه، خودش داده در حقیقت این ارتفاع اچرم. آقای محمدی اچو داده در حقیقت که همین طول مستطیل ماست. نوشتیم طول، چیز خاصی ما اینجا ننوشتیم که 8 شده. حالا اومدیم از مساحت جانبی در نظر گرفتیم، گفتیم مساحت جانبی محیط قاعده ضرب در ارتفاع داره میشه محیط قاعده 2 پی آر ضرب در اچ مساوی میشه با 8 پی. شما در حقیقت آر رو میتونید 1 در نظر بگیرید، اینجا آر 1 باشه، 2 1 2 تا، پس اچ باید چند باشه؟ 4 باشه. هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. خب مطلب بعدی، گفتیم رویه مخروطی یا سطح مخروطی، اگر 2 خط D و L در نقطه آ متقاطع باشند، اگر 2 خط D و L در نقطه آ متقاطع باشند. بچه نگاه کنید، این خط دیه، این خط L در نقطه آ متقاطع شدند اینا. حالا سطح حاصل از دوران خط دی
یعنی خط دی داره دوران داده میشه حول خط ال. ال ثابت بچه‌ها، این ال ثابت، در حقیقت توسط خط دی داریم میچرخیم دوران داده میشه. پس یه بار دیگه، اگر دو خط دی و ال در نقطه آ متقاطع باشند، سطح حاصل از دوران خط دی حول خط ال را یک رویه مخروطی یا سطح مخروطی، این تعریف سطح مخروطیه، میگوییم نقطه آ را رأس، این رأس در حقیقت مخروط ما، خط ال را محور، بچه این محوره، خط دی را بهش میگیم مولد. مولد یعنی تولید کننده. در حقیقت این خط دی داره این در حقیقت یه مخروط بالا و یه مخروط پایین رو تولید میکنه. پس در حقیقت رویه مخروطی به این صورت داره به وجود میاد. خب نکته، سطح مقطع یک مخروط قائم در برخورد با صفحه های افقی و مایل به ترتیب دایره بیضی یا سهمی می تواند باشد. نگاه کنید چا، سطح مقطع یعنی دوباره بیایم برش بدیم، یه مخروط داریم، این مخروط منه، مخروط عین دقیقا کله قند میشه، تصور ذهنیتون همون کله قند باشه، یه دایره پایینه، یه نقطه‌ای به نام رأس داره، از این گوشه ها در حقیقت وصل میشیم به اون نقطه رأس ما. حالا میگیم اگر اینو به صورت افقی ببریم قطعا یه دایره تشکیل میشه، اگه بیایم به صورت مایل ببریم در حقیقت یه بیضی میشه، و اگر بیایم مایل جوری ببریم که با این خط مولد، ببینید فرض کنید بچه‌ها این خط خط مولد باشه، این خط در حقیقت خط مولد باشه، این خط رو مولد در نظر بگیرید، همون خط دی است. اگر این در حقیقت این شکلی که من دارم برش میدم موازی خط مولدم باشه، سهمی به وجود میاد. پس سه تا حالت داریم برای مخروط. یه بار دیگه، اگه یه مخروط داشته باشیم، یه مخروط داشته باشیم، بیایم اینو به صورت افقی برش بدیم، یه دایره تشکیل میشه. اگر به صورت مایل برش بدیم طوری که موازی خط مولد نباشه، یه بیضی به وجود میاد. و اگر بیایم دوباره مایل برش بدیم به طوری که موازی این خط دیه مولد من باشه، یه سهمی به وجود میاد. خب بچه، مخروط ناقص، گفتیم مخروط ناقص، اگر صفحه موازی قاعده مخروط قائمی را قطع کند، یعنی یه صفحه بیاد به صورت افقی مخروط قائممو قطع کنه، مخروط کوچکی در بالای آن ایجاد می شود، در صورتی که آن را از شکل برداریم بخش زیرین مخروط ناقص نامیده می شود. شکل رو نگاه کنید، این یه مخروط داشتم، اومدیم یه صفحه در حقیقت به صورت افقی برش دادیم، قطعا این بالا بچه نگاه کنید، این تیکه شکل، این تیکه شکل خودش یه مخروط به وجود میاره. خب میگیم اینو اگر برداریم از روی شکل، یه همچین شکلی به وجود میاد. فرض کنید این دایره است بچه، این قاعده پایین رو دایره در نظر بگیرید، یه همچین شکلی، یه قاعده بالا دایره داریم، یه قاعده پایین دایره داریم، این دو تا خط هم به هم وصل شده که نشون میده این یک مخروط ناقصه. خب نکته، هر مخروط ناقص دو قاعده موازی به شکل دایره دارد و فاصله صفحه های دو قاعده ارتفاع آن نامیده می شود. نگاه کنید شکل قبلی رو، میگه هر مخروط ناقص دو تا قاعده موازی داره، بچه این قاعده بالایی که دایره است، این قاعده پایینی هم که دایره است، این دو تا قاعده قطعا موازی هم دیگه خواهند بود، و همچنین فاصله صفحه های دو قاعده ارتفاع نامیده میشه. یعنی الان از این نقطه تا این نقطه ارتفاع این مخروطه، این شعاعی، اینم شعاعی،
اینجا التفات بچه این این اچه فرض میکنیم شعاع بالای آر باشه، آر کوچیک باشه، شعاع پایینی هم آر بزرگ باشه. پس در حقیقت مخروط ناقص دو تا قاعده داره، قاعده بالا و پایین که هر دو موازی همن، هر دو دایره هستن با اختلاف شعاع. شعاع بالایی آر کوچیک در نظر میگیریم، شعاع پایینی آر بزرگ. فاصله مرکزها هم ارتفاع رو به ما میدهد. خب این تست صفحه‌ای به شکل عمودی مخروط ناقصی را قطع میکند. صفحه‌ای به شکل عمودی مخروط ناقصی را قطع می کند به طوری که شامل محور آن است. شکل حاصل به چه صورته یا سطح مقطع شکل حاصل به چه صورته؟ بچه نگاه کنید، این یه مخروط ناقص بوده، حالا اومدیم به صورت عمودی یه برش دادیم، این به صورت عمودی برش دادیم. شکلی که در حقیقت داره اینجا برای من به وجود میاد این شکله. این شکل در حقیقت داره به وجود میاد برای من. که در حقیقت زوزنقه متساوی الساقین اسمشو میذاریم. یعنی گزینه یک صحیحه. یه بار دیگه تست رو بخونیم. صفحه‌ای به شکل عمودی مخروط ناقصی را قطع میکند به طوری که شامل محور آن است. سطح مقطع حاصل چه شکلی میتواند باشد؟ گفتیم یه مخروط ناقص داریم به این صورت، گفتیم یه صفحه داره میاد به صورت عمودی داره قطعش میکنه، در حقیقت محورش رو شامل میشه. محورم اینه دیگه، این محور بود در حقیقت، محور داره شامل میشه. خب در حقیقت وقتی این برش رو بدید قطعا یه زوزنقه متساوی الساقین به وجود میاد که شکل در حقیقت گزینه یک ما صحیحه. این تست بعدیش بچه تست خیلی خوبیه. ببینیم چی گفته. گفته شعاهای دو قاعده یک مخروط ناقص 2 و 5 و ارتفاع آن 4 می باشد. صفحه عمود بر قاعده ها رسم می شود و از محور آن می گذرد. محیط سطح مقطع را از ما خواسته. ما می دونیم سطح مقطعی که بچه به وجود اومده همین زوزنقه است، یعنی این زوزنقه است، این همون شکل قبل، فقط زوزنقه شو چرخونده، هیچ ایرادی نداره. خب بچه ها نگاه کنید، شعاع بالای 2ه، یعنی اگر این نقطه مرکزش باشه او در نظر بگیریم، از اینجا تا اینجا 2ه. خب از این ور تا این ورش هم قطعا 2 خواهد بود. شعاع دایره پایینی 5ه. من به موازات همین ارتفاع که 4ه این ور ارتفاعشو کشیدم، خب قطعا وقتی این بالا 2 باشه پایینم 2ه، چون زاویه قائمه است. اینکه 2 باشه چون کلش که 5 باشه این قسمت 3 میشه. خب 2 3 این ورم همینه قرینش، 2 3 این ورم 2. مشکلی که ما داریم چون محیط رو میخوایم باید این قسمت یعنی این ضلع و این ضلع رو هم حساب کنیم از این زوزنقه متساوی الساقین. خب کاری نداره که این ور وقتی 4ه اینم 4ه، این 3 وقتی این ور زاویه 90ه این زاویه هم قطعا 90ه. یه فیثاغورس میتونیم ببندیم به راحتی به دست بیاریم. فرض کنید این ضلع رو x در نظر بگیرم، میشه x2 مساویه 9 به علاوه 16 میشه 25. پس خود x چیه؟ 5. یعنی این ور بچه ها 5ه، این ورم قطعا 5ه. خب حالا چی از من خواسته؟ محیط سطح مقطع، محیط
زوزنقه مساویه 5 به علاوه 5 به علاوه بالا 2 میشه 4. حالا می نویسم 2 به علاوه 2 به علاوه پایین 3 به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 2. حساب کنیم 10 14 19 19 و 5 24. پس در حقیقت گزینه 4 صحیحه. یه بار دیگه با هم مرور کنیم تستو. شعاهای دو قاعده یک مخروط ناقص ناقص قائم 2 و 5 و ارتفاع آن 4 می باشد. صفحه عمود بر قاعده ها رسم می شود و از محور آن می گذرد. محیط مقطع حاصل کدام است؟ نگاه کنید یه همچین شکلی رو داشتیم، مخروط در حقیقت ناقص، یه صفحه اومدیم عمود کردیم برش به صورت عمود که از محورش هم بگذره. خب بعدش اومدیم گفتیم بچه ها این دوه شعا دوه، پایین هم شعاش 5ه، به موازات این 4 خطی رو کشیدم برابر با 4. گفتم خب وقتی این 2 باشه این قسمت 2ه، این قسمت میشه قطعا 3، اون ورش هم قرین نشه، همین صورته. خب وقتی این 3 باشه این قسمت 4 باشه، این زل در حقیقت که اگر اسمشو ایکس بذاریم برای زوزنقه با یه رابطه فیثاغورس به دست میاد که میشه 5. خب ما میدونیم این که 5 باشه اینم قطعا 5 خواهد بود. خب 2 به علاوه 2 به علاوه 5 به علاوه 5، پایینم که 10، مقدار 24 میشه. سوالی اگر دارید بپرسید. یه بار دیگه این تست رو از اول توضیح بدیم. گفتیم که شعاهای دو قاعده یک مخروط ناقص قائم 2 و 5 و ارتفاع آن 4 می باشد. صفحه عمود بر قاعده ها رسم می شود و از محور آن می گذرد. محیط مقطع حاصل کدام است؟ گفتیم بچه ها مخروط در حقیقت ناقصی رو داریم به این صورت، صفحه عمودی اومده قطعش کرده، شکلی که به وجود میاد یک زوزنقه متساوی و ساقینه. خب ما داریم از اینجا گفتیم شعای بالا سطح مقطع بالا 2، پایین 5، بالا که 2 یعنی این ور از این نقطه مرکز دایره 2، این ورم 2، این ور از اینجا تا اینجا 5. خب اگر من عمود کنم به موازات این ارتفاع میبینیم این قسمت هم 4 میشه. خب کلش 5، یعنی این قسمت که 2 باشه این باید 3 باشه. با 4 و 3 قطعا اعداد فیثاغورسی عدد ما 5 خواهد بود. 5 به علاوه 5 به علاوه 4 به علاوه 5 به علاوه 5 که جواب میشه 24. سوال بچه ها دارید بپرسید. بچه قرار شد چت نکنید، اگر نه چت رو میبندن. خب بریم تست بعدی. یه نکته داریم اینجا، نکته بسیار بسیار مهمیه، قطعا میتونه سوال امتحانی از داخل همین نکته طرح بشه. کافیه فقط یه فرمول شما بلد باشید. گفتیم حجم مخروط ناقص، اگر یه همچین مخروط ناقصی داشته باشیم، شعاع قاعده پایین یعنی دایره پایین شعاعش R باشه، ارتفاع H باشه. ارتفاع در حقیقت خطیه که مرکزها رو داره به هم وصل میکنه. شعاع دایره بالایی هم R باشه.
گفتیم میشه پی اچ سوم پرانتز آر دو به علاوه آر دو به علاوه آر ضرب در آر. این فرمول فرموله در حقیقت حجم مخروط ناقصه. یک بار دیگه، حجم مخروط ناقص شعاع قاعده پایینی آر بزرگه، یعنی دایره پایینی شعاعش آره، دایره بالایی یا کوچیکه آر کوچیکه، فاصله بین مرکزها که همون ارتفاع میشه اچه. پس وی مساوی پی هاش سوم ضرب در آر دو به علاوه آر دو به علاوه آر ضرب در آر. تست گفتیم در مخروط ناقصی شعاعهای قاعده ها 3 و 5 و ارتفاع 6 می باشد. خب کاری نداره دیگه، شما میتونید اولا یه مخروط ناقص رسم کنید، این مخروط ناقص شعاعهای قاعده ها 3، این مرکز باشه مرکز بالایی، شعاع کوچیک 3 پس بالایی 3، پایینی هم اگر مرکزش رو اینجا در نظر بگیریم شعاعش میشه 5، ارتفاع میشه فاصله مرکزها، یعنی اینجا در حقیقت گفته چنده؟ 6. پس من آر رو دارم، آر بزرگو 5، آر کوچیکو دارم 3، ارتفاع هم دارم 6. خب طبق فرمول V مساوی P هاش سوم R2 به علاوه R2 به علاوه R ضرب در R. این فرمول حجم مخروط ناقصه. حالا نگاه کنیم بچه ها، جایگذاری کنیم، V مساوی میشه با هاش چنده؟ 6، میشه 6 پی سوم آر دو، آر چنده؟ 5، میشه 25 به علاوه 9 به علاوه 3 5 تا میشه 15 تا. خب این 3 با 6 ساده میشه، میشه 2، میشه 2 پی. جمع اینا هم حساب کنیم در حقیقت 15 به علاوه 25 میشه 40، 49 ضرب در 2 میشه 98، 98 یه پی هم که مونده، یعنی گزینه 1 صحیح است. یه بار دیگه، سوال خوبیه، میتونه در حد سوال امتحانیتون باشه، یه بار دیگه با دقت گوش کنید. گفتیم در مخروط ناقصی شعاعهای قاعده ها 3 و 5 و ارتفاع 6 میباشد. حجم مخروط ناقص را حساب کنید. نگاه کنید، یه مخروط ناقص رسم کردم، شعاع کوچیکه که میشه مال بالایی، دایره بالایی 3، شعاع دایره بزرگتر 5، ارتفاع هم که به ما داده 6. خب اومدیم گفتیم فرمول چی میگه؟ میگه پی هاش سوم آر دو به علاوه آر دو به علاوه آر ضرب در آر. خب پس وی مساویه پی خودش هاش 6، 6 سوم پی، آر دو یعنی 5 به توان 2 25، آر دو 3 به توان 2 9، به علاوه در حقیقت آر ضرب در آر که میشه 5 ضرب در 3 میشه 15. خب 6 با 3 ساده شد، شد 2 پی، اینم که شد در حقیقت 25 و 15 میشه 40، به علاوه 9 میشه 49، 49 ضرب در 2 پی میشه 98 پی. سوال اگر دارید بچه ها بپرسید. فرمول اثبات شما نمیخوایم، تو کتابتونم بدون اثبات پذیرفته، شما فقط همینو بلد باشید که حجم مخروط ناقص به این صورت به دست میاد. میتونه خود همین تیپ سوال نمونه سوال امتحانی باشه. آقای پوریا خان، بچه نکته ای باید گوش کنید. نکته
سطح مقطع برخورد یک صفحه با یک کره همواره دایره است. یعنی ما اگر یک کره داشته باشیم، یه توپ فوتبال داشته باشیم این کره، اگر هر جوری اینو قطع بکنیم سطح مقطع قطعا دایره خواهد بود. اینو یاد بگیرید. پس سطح مقطع یعنی وقتی یک کره رو برش بدیم به هر صورتی، چه افقی چه عمودی چه مایل، سطح مقطعی که به وجود میاد یک دایره است. حالا اگر فاصله مرکز کره به شعاع آر، نگاه کنید شما، یعنی شعاع خود کره، شعاع توپ ما در حقیقت آر باشه، این آر بزرگ باشه، فاصله مرکز کره تا مرکز در حقیقت سطح مقطع، سطح مقطع چون این دایره کوچیک است که این پایین ایجاد شده، این دایره در حقیقت همون سطح مقطع ماست، در حقیقت ما برشش دادیم، فاصله مرکز تا سطح مقطع رو h در نظر بگیریم و شعاع دایره رو r در نظر بگیریم، طبق رابطه فیثاغورس همواره این رابطه برقراره، r2 مساوی r2 به علاوه h2. خب از اینجا r2 منهای h2 مساوی میشه با r2 کوچک و r میشه r2 منهای h2. یعنی اومدیم در حقیقت شعاع دایره کوچک را بر حسب شعاع کره و فاصله مرکز کره تا مرکز دایره حساب کردیم. یه نکته خیلی خوبیه، گفته در صورتی که صفحه از مرکز کره بگذره دایره مقطع بیشتری مساحتو داره. پس تو تستاتون گاهی اوقات این استفاده میشه، چه زمانی دایره حاصل که از برش یک صفحه با یک کره به وجود میاد بیشترین مساحتو داره، زمانیه که دایره دقیقاً اون سطح مقطع یعنی اون برشی که داریم میدیم از مرکز کره بگذره. خب تست بعدی، گفته صفحه پی، صفحه پی کره به مرکز او و به شعاع 10، یعنی شعاع کره رو به من داده 10 سانتی متر را قطع کرده است. اگر فاصله مرکز کره از صفحه پی برابر 8 باشه، یعنی اچ هم به من داده 8، یعنی آر بزرگ رو داده 10، اچ رو داده 8، مساحت این سطح مقطع رو حساب کنید. سطح مقطع چیه بچه ها؟ دایره به وجود میاد. مساحت دایره چیه؟ پی آر دو. من اینجا براتون می نویسمش. خب ببینیم یه بار دیگه عمل بررسی کنیم آر رو، داده های مسئله رو بنویسیم. داده های مسئله اینه بچه ها، آر بزرگ 10، اچ هم 8، آر بزرگ مساوی 10 و اچ مساوی 8. چی از من خواسته؟ اس دایره رو خواسته، مساحت سطح مقطع رو از ما خواسته، مساحت سطح مقطع رو از من خواسته. من میدونم مساحت سطح مقطع که همون دایره است مساوی با پی آر دو، مساحت دایره پی آر دوه. اما مشکل اینه که من این آر رو ندارم، اما آر بزرگ رو دارم، اچ هم دارم. طبق رابطه بالایی نگاه کنید، R2 مساوی R2 کوچک به علاوه H2. R2 مساوی R2 به علاوه H2. خب یه جایگذاری 10 میشه 100 مساوی R2 رو ندارم به علاوه H2، 64. از اینجا R2 میشه 100 منهای 64، 36. پس در نتیجه خود R چنده بچه ها؟ 6ه. خب R رو به دست آوردم، حالا بیام تو فرمول دایره قرار بدم، S مساوی P R2، پس مساوی P ضرب در 6 به توان 2 میشه 36 P. تو گزینه‌هامون نگاه کنیم،
36P گزینه یک صحیحه. یه بار دیگه با هم تست رو مرور کنیم. گفته صفحه پی کره‌ای به مرکز او و به شعاع 10 سانتی متر را قطع کرده، یعنی فاصله در حقیقت مرکز کره تا اون سطح مقطع که همون آر بزرگه 10. اگه فاصله مرکز از صفحه پی برابر 8 باشه، یعنی اش رو به من داده 8، مساحت این سطح مقطع رو خواسته. گفتیم سطح مقطع حاصل در حقیقت این دایره است، مساحت این دایره رو میخواد بچه ها. خب آر رو به من داده، اچ هم داده. من اگه آر کوچیک رو حساب کنم از رابطه فیثاغورس، خیلی راحت میدونم مساحت دایره هم میشه پی آر دو. خیلی راحت جواب میدیم دیگه. نگاه کنید، آر دو مساوی آر دو به علاوه اچ دو، صد مساوی آر دو به علاوه 64 که آر شد 6. خب پی آر دو هم که میشه پی ضرب در 6 به توان 2 میشه 36 پی. سوالی اگر هست بپرسید بچه ها. ما نیاز به چی؟ نه پی رو نمیخواد به دست بیارید. پی عدد 3.14 نیازیت به دست بیاریم. حتی این تست رو بررسی کنیم. تست بعدیش تست خیلی خوبیه. میگه اگر صفحه پی کره ای به شعاع آر، این کره شعاعش آره، نگاه کنید او آ آره، را در فاصله آر دوم از مرکز دایره قطع کرده، یعنی اگر این سطح مقطع این دایره بالایی باشه، شعاعش آر کوچیک باشه، فاصله مرکزها که همون ارتفاع آر دومه، مساحت سطح مقطع حاصل، یعنی سطح مقطع را اگر حساب کنید مساحتش، یعنی اس دایره چه نسبتی از مساحت کره است؟ مساحت کره میشه اس کره. خب بچه ها مساحت دایره چیه؟ پی آر دو، شعاع ضرب در شعاع ضرب در 3.14. این فرمول هم یاد بگیرید، مساحت کره رو قبلا داشتید، 4 پی آر دو مساحت در حقیقت کره ماست. حالا بیایم حالا هر کدوم اینا رو حساب کنیم. ما کره رو بچه ها فقط یادتون باشه این آر بزرگه در حقیقت، اون آر کوچیک، که یه نسبتی رو باید بین این دو برقرار کنیم. خب رابطه فیثاغورس باز دوباره کمک میکنه به ما. میگیم آر دو اینجا زاویه قطعا 90، فاصله بین مرکزها گفتیم همون ارتفاعه، پس قطعا زاویه 90 خواهد بود. آر دو مساویه آر دو آر دوم به توان 2 به علاوه یه آر کوچیک به توان 2. در نتیجه خب اینو ببریم اون و، پس آر دو مساوی میشه با آر دو منهای آر دو چهارم. یه مخرج مشترک میخواد، 4/4 منهای 1/4 میشه 3/4، پس آر دو مساوی 3/4 آر دو. از اینجا نتیجه میگیریم خود آر میشه رادیکال 3/4 آر دو. خب در نتیجه آر، خب آر دو که جذر کامل داره میاد بیرون، رادیکال 3 میمونه، 4 هم که جذرش کامله میشه رادیکال 3/2 آر. یعنی یکی رو اومدم بر حسب دیگری حساب کردم. حالا جایگذاری کنید، مساویه، ادامه اینو میایم بچه پایین مینویسیم، مساویه پی آر دو، پی ضرب در
اونجا رادیکال 3 دومه آر به توان 2. خب تقسیم بر 4 پی آر 2. بچه این پی با این پی ساده میشه، این به توان 2 برسه میشه 3 چهارم آر 2، پس مساویه 3 چهارم آر 2 به روی 4 آر 2. آر 2 با هم ساده میشه، آر 2 با آر 2 ساده میشه، این مخرج 1 بدید، دور در دور، نزدیک در نزدیک، 3 1 3 تا میشه 3 16 هم. پس توی گزینه ها گزینه 4 میتونه جواب قطعی ما باشه، یعنی 3 16 هم. تست خیلی خوبیه، یه بار دیگه با هم مرورش کنیم. گفتیم اگر صفحه پی کره‌ای به شعاع آر را در فاصله آر دوم از مرکز دایره قطع کنه، یعنی یه کره دارم فاصله او تا آ یا همون شعاع کره آره، فاصله مرکز تا سطح مختم آر دومه یا همون اچ ما بهش میگفتیم، اینجا گفته آر دومه. حالا اینجا گفته مساحت سطح مقطع حاصل، سطح مقطع حاصل ما چیه؟ گفتیم یک کره یک سطح مقطع اونو قطع کنه، هر مقطع اونو قطع کنه یه دایره به وجود میاد، پس سطح مقطع میشه دایره. چه نسبتی از مساحت خود کره است؟ گفتیم مساحت دایره پی آر دوه، دایره بالا کره هم که چون این آرش در حقیقت آر بزرگه، شعاها با هم فرق میکنه، 4 پی آر دوه. حالا اومدیم اینجا از این مثلث قائم الزاویه که داشتیم اومدیم یه فیثاغورس استفاده کردیم، گفتیم این آر کوچیک رو بر حسب آر بزرگ به دست بیاریم، یعنی دو متغیر رو تبدیل کنیم به یه متغیر بر حسب متغیر دیگر. خب آر دو مساوی آر دوم به توان دو به علاوه آر دو. خب اینجا اومدیم آر دو مساویه، اینو به توان دو رسوندم بردم اونور، میشه آر دو منهای آر دو چهارم، در نتیجه آر دو مساوی 3 چهارم آر دو. چون میدونید بچه‌ها آر دو یه مخرج مشترک دیگه، این مخرج 1 بگیرید بینشون مخرج مشترک بگیرید، 4 چهارم منهای 1 چهارم میشه 3 چهارم، 3 چهارم آر دو، پس خود آر میشه رادیکال این عدد، رادیکال 3 چهارم آر دو. حالا اونایی که توان دو داره از زیر جذر میتونه بیرون بیاد، یعنی آر دو میشه آر رادیکال 3 میمونه، 4 هم میشه 2، پس آر به دست اومد، رادیکال 3 دوم آر بزرگ میشه. اومدیم اینجا قرار دادیم تو این بالا، پایین نوشتم براتون، پی خودش ضرب داره آر دو رادیکال 3 دوم آر به توان 2 تقسیم بر مساحت کره 4 پی آر دو. خب پی با پی حذف میشه، توان 2 در حقیقت رادیکال از بین میبره میشه 3، اینم میشه 4، اینم میشه آر دو، آر دو با آر دو میره 3 چهارم تقسیم بر 4 یکم که جواب میشه 3 شانزدهم. بچه‌ها اگر سوالی دارید بپرسید. گفتیم چت نکنید، باز آقایون دوباره دارن چت میکنن. یه بار دیگه چت، یه بار دیگه توضیح میدیم. بله آقای خان جهانی چشم، یه بار دیگه گفتیم اگر صفحه پی کره‌ای به شعاع آر را در فاصله آر دوم از مرکز دایره قطع کند، مساحت سطح مقطع حاصل چه نسبتی از مساحت کره است؟ ببینید یه کره داریم، تو نکته بالایش گفتم یه کره وقتی داشته باشیم، یک سطح مقطعی که حاصل میشه از برشی که در حقیقت داریم این کره رو میدیم، شما یه کره رو در حقیقت یه توپ فوتبال در نظر بگیرید، فرض کنید یه برش دارید میدید، هیچ فرق نمیکنه از کدوم قسمت دارید برش میدید، ما اومدیم اینو از بالا برش دادیم، فاصله مرکز کره تا نقطه آ که شعاع کره است، آر بزرگه، فاصله مرکزها که گفته خودش آر دومه، اینجا گفته آر دوم، شعاع دایره هم که آره کوچیکه. حالا به ما گفته مساحت این دایره بالایی که در حقیقت سطح مقطع ماست
چه نسبتی از مساحت کره است؟ خب گفتیم اس دایره به اس کره، پی آر دو میشه اس دایره، چهار پی آر بزرگ به توان دو میشه اس کره. اومدیم یکی از متغیرها رو بچه بر حسب متغیر دیگر حساب کردیم، یعنی آر کوچیک اومدم بر حسب آر بزرگ حساب کردم که مشکل حل بشه. یه فیثاغورس ساده گفتیم این وتر آر به توان دو مساوی آر دوم به توان دو به علاوه آر به توان دو، اینجا نوشتیم. خب این آر دو این ور بمونه، اینو بندازیم بره اون ور، میشه آر دو منهای این به توان دو برسه، آر دو چهارم. خب آر دو مساوی این در حقیقت چهار چهارم منهای یک چهارم میشه سه چهارم آر دو، یا مخرج مشترک بگیرید. خب آر کوچیک شد سه چهارم آر دو، پس آر مساوی رادیکال سه چهارم آر دو، پس آر مساوی. حالا بچه ها اینجا اعدادی که زیر رادیکال جذر کامل دارن یا توان دو داره میتونه رادیکال از کار بندازه بیاد بیرون. این آر دو میاد بیرون میشه آر، رادیکال سه میمونه، چهارم میشه دو. خب پس آر رو بر حسب آر بزرگ به دست آوردم. حالا دیگه یه جایگذاری ساده است، پی آر دو در حقیقت پی به جای آر کوچیک می‌نویسم رادیکال سه دوم آر به توان دو، چهار پی آر دو هم که خودش، پس پی با پی ساده میشه، آر دو با آر دو ساده میشه، سه چهارم تقسیم بر چهار یکم مساوی سه شانزدهم میشه که در حقیقت گزینه چهار ما میباشد. خب ببینیم مسئله بعدی چی گفته بچه ها. دوران حول محور، در این بخش میخواییم شکل خاصی از دوران یک شکل هندسی را حول یک محور بررسی کنیم. این دوران ها رو شما باید انقدر تکرار کنید به خاطر بسپارید. حالت یکش نکته، از دوران یک ربع دایره حول محور ال یک نیم کره حاصل میشه. ببینید بچه ها یه ربع دایره داریم، این محور ال منه، وقتی دوران بدم این ربع دایره رو یعنی بچرخونم یه نیم کره به وجود میاد. فرض کنید یه نیم کره است که تو بالا در حقیقت قرار گرفته. نکته دوباره، شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول یک ضلعش یک استوانه پدید می آید. نگاه کنید بچه‌ها یه مستطیل داریم، طول B، عرضش A، محورش هم L. حالا حول در حقیقت این ال وقتی شما بخواید این مستطیل رو در حقیقت بچرخونیم، بخوایم بچرخونیمش، یه استوانه به این صورت به وجود میاد، یک استوانه به وجود میاد. پس یاد بگیریم شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول یک ضلعش قطعاً یک استوانه پدید میاره. نکته، شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول ضلع آبی، نگاه کنید شکلو، یک مخروط بچه ها، یه مثلث آبی سی داریم با زاویه قائمه بی. حالا میخواییم حول آبی در حقیقت دوران بدیم، یعنی این محور این تغییر نمیکنه، بقیه میچرخن حول این ضلع آبی. یک همچین مخروطی به وجود میاد که در حقیقت شعاع مخروطش بی سیه، ارتفاعش هم آبیه. یادتون باشه حالا در ادامه میگیم بهتون حجم مخروط به چه صورت به دست میاد. یه نکته دیگه داریم بچه ها توی یکی دو دقیقه که داریم، این نکته رو هم بگیم بهتون، شکل حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه‌ای قائم الزاویه زیر حول ضلع آسی، یعنی یه مثلث قائم الزاویه داریم، فرض کنیم اینجا در این بی قائمه، بچه فرض کنید این زاویه بی زاویه قائم است. شکل حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه زیر حول ضلع آسی دو تا مخروط به وجود میاد با قاعده های مشترک. ابتدا آئچ رو رسم کردیم تا دو مثلث قائم الزاویه به وجود بیاد، یعنی دو تا مخروط، یه مخروط این ور میفته یه مخروط هم این ور میفته، قاعده شون که همون در حقیقت بیدی میشه که مشترک خواهد بود. نکته آخر،
گفتیم که از دوران یک دایره حول قطرش یک کره به وجود میاد. نکته آخرمون میگیم از دوران دو خط موازی حول یکی از آنها یک استوانه با ارتفاع بی نهایت. نگاه کن بچه‌ها، دو تا خط موازی داریم، از دوران دو خط موازی. این دو تا خط موازی یعنی وقتی که میچرخه یک استوانه به وجود میاد که این ارتفاعش بی نهایته، چون دو خط موازی در حقیقت بی نهایت ادامه داره، پس ارتفاع این استوانه قطعا بی نهایت خواهد بود. خب بچه خسته نباشید، تا همینجا کافیه. انشالله ادامه مبحث رو برای جلسه بعدی در خدمتتون خواهیم بود.